تا حالا شده که شما یا یکی از عزیزانتون خدای نکرده دچار یک بیماری سختی بشین به طوری که خیلی نگرانتون بکنه، یا اینکه درمانهایی که برای اون بیماری توصیه میشه خیلی سخت و پرعارضه باشن؟ شاید شده که در همچین مواردی از دوست یا آشنا شنیدین یا تو کانالای تلگرامی یا شبکه‌های تلویزیونی دیدین که بعضیا ادعا میکنن که برای این بیماری یک درمان خیلی طبیعی و خیلی معجزه آسا وجود داره که پزشکا اون از شما پنهان میکنن و شما برای اینکه به اون دسترسی پیدا کنید باید به فلان شخص مراجعه کنین یا فلان کالا رو بخرین. ما در مواجهه با همچین ادعاهایی چه برخوردی باید داشته باشیم؟ من امروز میخوام به این سوال جواب بدم. من پزشک هستم و تخصصم در پزشکی اجتماعی و اخلاق پزشکیه. پزشکی اجتماعی رشته‌ای هست که بیماری و سلامت رو به جای اینکه در فرد بررسی کنه در جامعه بررسی میکنه. یعنی برای مثال اگر یک پزشک بالینی سوالش اینه که چیکار کنم که این بیماری که به من مراجعه کرده بیماریش خوب بشه، سوال پزشک اجتماعی اینه که چیکار کنم اون بیماری در جامعه کمتر بشه. در یک جمله پزشک اجتماعی به جای اینکه دکتر فرد باشه دکتر جامعه است. و اخلاق پزشکی رشته‌ایه که به اخلاقیات در پزشکی میپردازه. سوال‌هایی مثل این که راز حرفه‌ای چیه؟ چه چیزهایی رو پزشک به عنوان راز بیمارش باید نزد خودش نگه داره و چه واقعی و چه چیزهایی رو حق داره افشا کنه و به چه کسانی؟ یا این سوال که تعریف مرگ چیه و اگر کسی دچار مرگ مغزی شد آیا میشه او رو مرده حساب کرد یا اینکه نه و باید منتظر بود تا قلبش هم از حرکت بیست؟ به عنوان یک متخصص پزشکی اجتماعی و اخلاق پزشکی در سالهای گذشته پدیده‌ای توجه من رو به خودش جلب کرد و اون شیوع و رواج انواع و اقسام شبه علم و خرافات در عرصه سلامت و پزشکی بود. شبه علم یعنی اون چیزایی که ادعا میکنن علمی هستن اما علمی نیستن، و خرافات یعنی اون ادعاهایی که ادعا هم نمیکنن علمی هستن و در این حال هیچ مبنای منطقی و معقول ندارن. من با موارد متعدد و زیادی از شبه علم و خرافات و افرادی که به اونها دل بسته بودن و آسیب دیده بودن روبرو شدم. بعضی اوقات اینها خیلی خنده‌داره ولی گاهی اوقات هم موارد ناراحت کننده روبرو شدم. برای مثال یادم مورد نرگس رو که در پرونده های پزشکی قانونی دیدم، خانومی که دچار سرطان پستان شده بود. امروزه میدونیم که سرطان پستان اگر در مراحل اولیه تشخیص داده بشه با جراحی و بعد یک شیمی درمانی و پرتو درمانی که احتمالاً از پشتش میاد کاملاً قابل درمانه، ولی متاسفانه افرادی در سر راه نرگس قرار گرفتن و بهش گفتن که مبادا بری سراغ شیمی درمانی یا پرتو درمانی، اونها خیلی آرزه دارن تو رو میکشن، ما یک راه حل خیلی طبیعی قدیمی برای درمان تو داریم. متاسفانه بیمار ما به اونها دل بست و نتیجه این شد که فرصت طلایی درمان رو از دست داد و وقتی به پزشک مراجعه کرد که سرطان به همه بدنش گسترش پیدا کرده بود و حتی استخوان‌ها و مغزش رو هم گرفته بود. یا یک زوج تحصیل کرده رو به یاد میارم که پسر 10 سالشون دچار نوع نادری از سرطان استخوان شده بود. اونها به جراح استخوان یا ارتوپد مراجعه کردن و جراح به اونا گفت که پای پسرشون باید از زانو قطع بشه برای اینکه سرطان به همه بدن گسترش پیدا نکنه. خبر خیلی تلخی برای اونا بود و این زوج در اون لحظه چی میخواستن بشنوند؟ اینکه یکی پیدا شه و بگه این نادرسته و یک درمان معجزه آسا برای بچهشون وجود داره. و از قضا یکی از افراد فامیل به اونها گفت که بله راهبی در هندوستان هست که خاکستری از دستش تولید میکنه که با اون خاکستر بیماری های خیلی سخت از جمله سرطان علاج پیدا میکنن. حتی فیلمی به اونا نشون داد که تو اون فیلم افرادی با آب و تاب تعریف میکردن که بله ما بیماری های خیلی سخت داشتیم، ما سرطان های خیلی پیشرفته داشتیم، به اروپا رفتیم، به آمریکا رفتیم، دکترها همه ما رو جواب کردن ولی با خاکستر جناب راهب هم خوب شدیم و کاملا شفا پیدا کردیم. متاسفانه اون زوج به این وعده دل بستن، با هزینه زیاد به هندوستان رفتن
و تنها نتیجه‌ای که گرفتن این بود که وقتی برگشتن سرطان به همه بدن بچه‌شون گسترش پیدا کرده بود. با دیدن کیس‌های از این دست این سوال برای من پیش اومد که چی میشه و چرا ما به خرافات و شبه علم در عرصه سلامت و پزشکی دل می‌بندیم، اونو باور می‌کنیم و در این حجم زیاد آدم‌ها دنبالش میرن و سرمایه‌شون رو و گاهی سلامتشون رو و حتی جانشون رو در پای اون می‌ذارن. جوابی که من پیدا کردم این هست که یکی از زمانهایی که ما خیلی استعداد داریم که وعده‌های خرافی و شبه علمی رو باور کنیم زمانی است که دچار گیجی، ترس، ناامیدی یا استیصال شدیم و زمان بیماری دقیقاً همین زمانه. خانواده رو فرض کنید که مثلا بچه کوچیک و دلبندشون دچار یک بیماری سخت و صعب العلاج مثل سرطان خون شده باشه. اون خانواده این سوال براشون پیش میاد که چرا این اتفاق برای ما افتاده؟ نکنه ما خطایی در دوران بارداری یا پرورش این بچه مرتکب شدیم که بچه ما دچار سرطان و خون شده؟ و آیا تنها راه موجود همین درمانهای سخت و پرهزینه و پرآرزه‌ای هست که پزشکا به ما توصیه میکنن؟ آیا هیچ راه حل خیلی معجزه آسایی در گوشه‌ای وجود نداره که ما بهش دست پیدا کنیم؟ و در همین موقع است که سر و کله افرادی با لبخند مطمئن و با یک تعدادی از کیس هایی که با از عملیات معجزه آسای اونها تعریف میکنن پیدا میشه و در اون موقع است که آدم ها گیج میشن و نمیتونن تفاوت حرف درست رو با خرافات و شبه علم تشخیص بدن. اتفاقی که ما بهش میگیم خطای شناختی. خطای شناختی وقتی اتفاق میفته که ما در شناخت و تحلیل پدیده‌هایی که باشون روبرو هستیم بر اساس منطق عمل نمی کنیم بلکه دچار خطا میشیم. بذارین مثالی براتون بزنم. سالها پیش وقتی من در دانشگاه شیراز رزیدنت بودم یک شب یادمه که من و خانومم داشتیم با همدیگه صحبت میکردیم که امشب شام چی بخوریم. نمیدونم من یا خانومم گفتیم که چطور لوبیا پلو بپزیم. همون موقع دختر من که 3-4 سال داشت گفت نه لوبیا پلو نه. من گفتم چرا؟ تو که دفعه قبل بشقابتو تا ته خوردی. گفت آخه برق میره. یادمون اومد که دفعه قبل که ما شام لوبیا پلو داشتیم همون شب برق رفته بود. و تو ذهن دختر من بین این دوتا اتفاق یعنی خوردن لوبیا پلو و رفتن برق یک ارتباطی برقرار شده بود. ذهن ما آدم ها الگو سازه و سعی میکنه که بین حوادثی که رخ میده و پدیده‌هایی که میبینه ارتباط و الگو برقرار کنه و گاهی اوقات ارتباط‌هایی رو برقرار می‌کنه که این ارتباط‌ها واقعی نیستن. قرار گرفتن اونا در کنار هم بر حسب تصادف یا علت دیگری داره ولی ما بینشون رابطه برقرار می‌کنیم و این یک خطای شناختی هست. یا خیلی از شما ممکنه در فامیلتون خانمو یا خاله خانومی رو داشته باشید که خیلی به یک فالگیر اعتقاد داره و میگه که من خودم تجربه کردم که پیشبینی‌های ننه سکینه یا مادام مارگارت همیشه درست در میاد و مثلا خودش 2 سال پیش به من گفت که به زودی یک خبر خوش در طریق پست بهتون میرسه و هنوز یک هفته نگذشته بود که نامه اومد و خبر رسید که بهرام جون هم در ناسا شغل گرفته. در واقع اون فرد سالهای سال صدها و هزارها پیشبینی کلی یا حتی نادرست از اون فالگیر شنیده اما اونها رو یادش رفته و پس زمینه ذهنش منتقل کرده برای اینکه اونها رو دوست نداشته که بشنوه. اما اون چند یا 3 یا 4 موردی که کاملا مطابق با پیشبینیاش بودن اونها رو به یاد سپرده و به خاطر خودش سپرده و اونها رو به عنوان دلیل درست بودن پیشگویی‌های اون طالبین به خودش و دیگران تعبیر میده. ما به این میگیم که سوگرایی تایید، که یک خطای شناختیه که ما دوست داریم اتفاقاتی رو به خاطر بسپاریم که مطابق با پیش‌فرض‌ها هستن یا مطابق با اون چیزی هستن که ما دلمون میخواد بشنویم. وقتی که به منابع علمی مراجعه کردم دیدم که روانشناس‌ها این موضوع خطای شناختی رو خیلی کاویدن و روش کار کردن. برای مثال حدود 70 سال پیش روانشناسی به اسم برترام فورر در آمریکا یک سری تست شخصیت رو بین دانشجوهای خودش توضیح کرد. در واقع به اونا گفت که این یه تست شخصیته و من جواب هر کدوم از شما رو بهتون میدم و شما بگین چقدر این تست تونسته شخصیت شما رو دقیق پیش بینی کنه.
اما در واقع فورر به همه دانشجوها یک جواب واحد رو داده بود، جوابی که از روی کتاب طالبینی که از دکه سر خیابون خریده بود کپی کرده بود. و نکته خیلی جالب این بود که درصد خیلی بالایی از دانشجوها گفتن این تست خیلی دقیقه و تونسته شخصیت ما رو به خوبی پیش بینی کنه. هر کسی گفت این شخصیت منو به درستی پیش بینی کرده و این نشون میده که چقدر ترفندهایی که در چیزهایی مثل طالبینی یا فالگیری به کار میره، اگرچه حرفهای کلیه ممکنه با ما ارتباط شخصی برقرار بکنه. حدود 15 تا 20 سال بعد از فورر، دو دانشمند دیگه در آمریکا به اسم تورسکی و کانمن پژوهش‌هایی رو انجام دادن که نشون داد تا چه حدی تفکر ما به جای اینکه لاجیک باشه تحت تأثیر خطاهای شناختیه که اسم اونها رو خودآموزه‌ها و سوگرایی‌ها گذاشتن. یکی از اونها خودآموزه دم دستیه، یعنی ما در تفسیر و تحلیل پدیده‌ها به دم دستی ترین خاطره هایی که در ذهنمون داریم مراجعه میکنیم، نه به همه اطلاعاتی که داریم یا همه اطلاعاتی که در مورد موجوده. برای مثال پزشکی رو فرض کنید که از یک روش شبه علمی برای درمان بیمارانش استفاده میکنه. ممکنه اون سالها اون روش رو برای صدها یا هزاران بیمار به کار برده باشه و چون پزشکا معمولا مریض داره که خودش مراجعه نکنه، پیگیری نمی‌کنن، نمی‌دونه چه اتفاقی براشون افتاده. اونها یا بهتر نشدن یا حتی حالشون بدتر شده. حتی اگه کسایی اومده باشن و به دکتر گفته باشن که ما حالمون بهتر نشده، چون اون مطابق پیش فرضش نیست اونا رو فراموش میکنه. اما به طور اتفاقی 3 یا 4 تا مریض اومده باشن پیش دکتر و به طور تصادفی به هر علت دیگه‌ای حالشون خوب شده باشه، به دکتر بگن چه درمان خوب ما دادی، معجزه کرد، دست درد نکنه، خوب دکتر همونها رو به عنوان دلیل اثر بخشی اون درمان به خاطر میسپاره و برای خودش و بقیه تعریف میکنه. یعنی در تحلیل اثر بخشی اون درمان به دم دستی ترین خاطره هایی که در ذهنش داره و همون چند موردی هستن که نتیجه ظاهرا خیلی خوب دراماتیک گرفتن تکیه میکنه. حالا ما چه کار بکنیم که دوچار خطای شناختی نشیم؟ در حیطه علم، پزشکی و سلامت، روش علمی به ما کمک میکنه که دچار خطای شناختی نشیم. روش علمی با استفاده از علومی مثل ریاضی، آمار، اپیدمیولوژی درست شده که تجربه و مطالعه رو به شکلی سامان بده که احتمال خطای شناختی توش به حداقل برسه. به این پزشکی پزشکی مبتنی بر شواهد میگیم یا پزشکی مبتنی بر مستندات. برای مثال اگه ما بخوایم بدونیم که داروی الف آیا در فلان بیماری اثر داره یا نه، یک رایش اینه که هر مریضی که اومد داروی الف رو بهش بدیم، بعد اگر که 3-4 نفر گفتن به به چقدر خوب بود، ما همونا رو به عنوان دلیل اثر بخشی داروی الف به حساب بیاریم. ولی میدونیم که این ممکنه کاملا حاصل خطای شناختی باشه. اما در روش علمی کاری میکنن که بهش میگن کارآزمایی بالینی. یعنی در درجه اول یک گروهی رو به طور تصادفی از جمعیت بیماران انتخاب میکنن. تصادفی برای اینکه دچار خطای انتخاب مواردی نشیم که پیش‌فرض‌های ما رو تایید میکنن. بعد اون گروه رو به 2 بخش تقسیم میکنن. به یه گروه درمان الف رو میدن و به گروه دیگه درمان رایج اون بیماری یا دارونما رو. بعد یک فردی که نمیدونه کی داروی الف رو گرفته و کی درمان رایج رو گرفته، نتایج رو مقایسه میکنه. و اگه نتیجه این شد که درمان الف نتیجه بهتری داده، به وسیله روش‌های آماری میبینن که آیا این فقط میتونه ناشی از تصادف باشه یا یک اختلاف واقعی رو نشون میده و آیا این نتیجه رو میشه به کل جمعیت تعمیم داد یا نه. اگر تمام این مراحل طی شد، اونو به صورت یک مقاله می‌نویسن و می‌فرستن برای یک ژورنال پزشکی. سردبیر اون ژورنال یا مجله دانشگاهی اون مقاله رو برای متخصصین اون رشته می‌فرسته و اونا بررسی می‌کنن که آیا همه معیارهای علمی در این تحقیق رعایت شده یا نه. وقتی اونا تایید بکنن، اون مقاله چاپ میشه. در این وقته که ما میگیم یک شاهد یا یک مستند علمی به نفع اثر بخشی داروی الف داریم. این روش علمیه که خطای شناختی رو به حداقل میرسونه و پزشکی که بر این شاهدها و به این مستندها تکیه میکنه پزشکی علمی یا پزشکی مبتنی بر شواهده. حالا ما به عنوان کسانی که مراجعه میکنیم به پزشک و ممکنه پزشک نباشیم، شاید توان ارزیابی این کارآزمایی‌های بالینی رو نداشته باشیم. ما چی کار باید بکنیم؟
یک جواب اینه که ما بایستی به نشانه‌های خطر خرافات و شبه علم توجه کنیم. یک پدیده‌هایی هستن که وقتی باهاشون روبرو بشیم احتمال خیلی زیاد باید بدیم که ما داریم با یک فرد فروشنده خرافات و شبه علم روبرو میشیم. بذارین چند تا از اون علائم خطر یا ریسک فاکتورها رو براتون بگم. یکی از اونها ادعاهای گزافه. کسی که در پزشکی ادعای گزاف میکنه بیشتر احتمال داره که شارلاتان باشه تا پزشک. مثلا اگر کسی یک درمانی رو تجویز میکنه که میگه همه سرطان‌ها رو خوب میکنه، ام اس هم خوب میکنه، برای فلج اطفال هم خوبه، مشکلات زناشویی هم درمان میکنه و صلح جهانی رو هم ارتقا میده، در این موارد شک بکنین که با حیطه خرافات و شبه علم طرف هستید. نشان دیگه اینه که به جای اینکه به کارآزمایی بالینی تکیه بکنن، به خورده روایت‌های شخصی روایت تکیه میکنن. یعنی افرادی رو میارن برای شما که با آب و تاب تعریف میکنن که بله فلان روش رو استفاده کردن و نتیجه خوب گرفتن. که همونطور که عرض کردم این خورده روایت‌های شخصی، آنکدوت‌ها، روایت‌های شخصی اگر که تبدیل به کلینیکال ترایال نشن یا کارآزمای بالینی نباشن اعتباری از نظر علمی ندارن. و به همین خاطر اینها معمولاً به جای اینکه با جمع‌های تخصصی کار بکنن در انزوا کار میکنن. یعنی به جای اینکه در جمع متخصصین یک رشته باشن، مثلا در یک کانال تلگرامی یا فرض بفرمایید در یک مؤسسه مستقل خودشون کار میکنن و خیلی اوقات ادعا میکنن که بله پزشک‌ها یا کارخانه‌های داروسازی یا سیاستگزاران سلامت توطئه کردن که پیام ما به شما نرسه. یعنی پیام خودشون رو با نظریه توطئه میفروشن. و بهشت اینها رسانه‌های گروهیه. یعنی وقتی ما کانال‌های تلویزیونی و رسانه‌های جمعی رو باز می‌کنیم، می‌بینیم که اینها به جای اینکه به ژورنال‌های پزشکی برن، در رسانه‌های گروهی تبلیغ می‌کنن و می‌بینیم که افرادی با آب و تاب میگن که این روش‌ها رو استفاده کردن و نتیجه گرفتن که زندگی و سلامتشون رو زیر رو کرده و ما هیچ وقت نمی‌تونیم بفهمیم که این افراد آیا کسایی‌اند که دچار خطای شناختی شدن یا هنرپیشه‌ای هستن که پول گرفتن که این حرف‌ها رو بزنن، یا افرادی هستن که دوست دارن حرفهای جالبی بزنن و توجه رو جلب کنن. اهالی شبه علم خیلی اوقات به نظریه‌های منسوخ یا عجیب و غریب برای طبیعت تکیه میکنن برای اینکه کالاشون رو بفروشن. تکیه به نظریه‌های منسوخ مثل مزاج‌ها یا سردی و گرمی، چیزایی که به تاریخ علم تعلق دارن و مال زمانی هستن که انسان حتی میکروب رو به عنوان علت بیماری‌ها نمی‌شناخت. یا نظریه‌ای از این قبیل که هر چه غلظت یک دارو کمتر باشه اون دارو موثرتره، اگه به حدی برسه حتی یک مولکول هم در محلول باقی نمونه باز در حافظه اون محلول ثبت شده، چیزی که شیمی و فیزیک باهاش بیگانه است. و معمولاً از کلمات و واژه‌های پرتمطراقی استفاده می‌کنن که اگرچه در جای خودشون معنی دارن ولی اینجا فقط برای تحت تاثیر قرار دادن ما مورد استفاده قرار می‌گیرن. مثلا کوانتوم در فیزیک معنی داره، اما شفای کوانتومی فقط گفته میشه که با کلمه کوانتوم شما رو تحت تاثیر قرار بده. و همینطور واژه هایی مثل انرژی، اکسیژن، طبیعی و واژه هایی برای کوبیدن طرف مقابل که باز فقط از تنین اون واژه میخواد استفاده بشه، مثل شیمیایی، استعماری. وقتی این واژه‌ها رو می‌شنویم توجه داشته باشیم که شاید فقط سوء استفاده از تنین مثبت به منفی واژه‌هاست و هیچ معنایی در پشتشون نیست. علامت خطر دیگه این که خودشون رو نسبت میدن به یک خرد باستانی یا شخصیت‌های خیلی بزرگ و خردمندی در گذشته که اگرچه اون افراد در جای خودشون و در جایگاه تاریخی خودشون افراد خیلی دانشمند و قابل احترامی بودن مثل ابن سینا، ولی حرف‌هاشون اگر امروزه ما بخوایم اونا رو باور کنیم و استفاده کنیم باید بر اساس علم جدید سنجیده بشه. ابن سینا با همه بزرگی که داشته چیزی رو که امروزه یک بچه مدرسه 12 13 ساله میدونه نمیدونسته و اون تئوری میکروبی بیماری‌ها بوده. ابن سینا در زمان خودش خیلی بزرگ و عظیم بوده ولی تکیه بر او برای درمان بیماری‌ها در امروز خطاست، مگر اینکه از روش علمی استفاده بشه. جمع‌بندی سخن من این که خیلی ها میگن که در مواجهه با اینچه که پزشکی جایگزین نامیده میشه باید ذهن باز داشت. داشتن ذهن باز یک فضیلته تا حدی که مغزمون ازش بیرون نیفته.
واقعیت اینه که ما در لحظات بیماری، در لحظات استراب، ترس، استعداد ویژه‌ای داریم که خودمون رو فریب بدیم. و تنها راهی که میتونیم ازش استفاده کنیم که خودمون رو فریب ندیم، استفاده از روش علمیه.